خدا گر لطف سازد مهربانی، کند نیشی تو را گرگان چپانی. سلام ای نفرانی که خداوند شما را دوست می‌دارد. در حیرت می‌مونم که کی را دوست می‌دارم. همه شما را در نظر داریم. شب بخیر از ما شب است. راستی چند نامه آمد، چند خواهش بود، همش در اطراف دوست بود. و نامه ای که یک جوان عزیز طرفشان برای ما نوشت، همین سبب شد که نامه خیلی در روز بود. به خاطر مختصر موضوع رو سرجم میکنیم. بیشتر میگفتن که ما پهلومان میگیریم، میخورانیم، دستگیری میکنیم، این میکنیم، اون میکنیم، اما زمان میرسد یا روز میوید که همین دوستمون ما رو فریب میکند، همین دوستمون ما رو خیانت میکند، همین دوستمون نسبتی ما انا دغلتر فهمانیم نامردی میکند. خیلی نامه زیاد هستند و نامه دیگر هم بود که هفته دیگر به ما از شهر دوشنبه نوشته بودند که یک دوست داشتم بسیار دستگیریش میکردم، شرایطش وزنین بود، همه وقت پهلوی هم بود این اون، اما از ماشینم پول دزدیده است. پول کرایه نیست، لیکن میگوید که ما با او باور میکردیم، این میکردیم. دوستانم این بود و میموند. به چه خاطر؟ به اون خاطری که عمر خیام همون زمان گفته بود، آن به که در این زمانه کم گیری دوست، به از که در این زمانه دوستی کم گیری. با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. سلام سلام رفته آن کس که تو رو به جملگی تکیه برو، آن کس که تو رو به جملگی تکیه برو، چون چشم خیرت باز کنی دشمنت است. بعضن فیلم ها می دیدیم باور می کردن به دوستی خود، یک اونجا سفر می رفتن، کارخانه رو در زیمش می گذاشتن، اما تو از سفر می اومد کینوها بود بیشتر، می بینه کارخانه رو در نامش کرده است یا یک نقصان یا یک کاری دیگر کرده است. اگر دوستی نزدیکتان باشد، در حقیقت نان و نمک شما رو خورده باشد، توف کرده باشد، اگر یک ذره وجدان داشته باشد، شما را بیند شرم می دارد. اما شما نه حقارت کنید، نه فشاره شورید، نه چیزش نکنید. هر بوره که شما را ببیند درون می سوزد، همون برویش بس است. اما وقتی که با کسی دوستی پیدا کردید، کوشش کنید که نسبتش خیانت نکنید. بعضن دوستان هم هستند که شوخی رو نمی بردارن، یا بعضن دوستان هستند که این و آن. نه، دوستی حقیقی شوخی رو می بردارد، دوستی حقیقی چی ها رو نمی بردارد، درد و عذاب و غم همش رو آخران تابودت رو می بردارد. این دوستی حقیقی است که اطرافت، لیکن متاسفانه خیلی کم است، بی نهایت کم است. چند قدر در زندگی می بینیم که دوستی می کنند به خاطر چیزی است، دوستی می خوانند به خاطر خالصانه نیست. همین سوال بوده است که حاضر ماشین خارجه داشته باشی، حاضر کمک پول داشته باشی، اطراف چند خدر است. می گفت که دولت داری، اطرافت پر از دوست است. همین که دولت رفت، پهلویت کسی نمی ماند. یا یک پرچه شیری هم بود که آشناند گرده شد، آشنانت که گردو شد آشنایت می رود، از نوا چون باز ماندی هم نوایت می رود. این موضوع خیلی زیاد است. اطراف این ما چند خدر سخن گویم، لیکن کمی میکنم. اما در انتخاب همسر، این خدر در برای همسرون گپ زدیم، در انتخاب دوست بسیار با احتیاط باشد. خودی من یک برای یک پیجک رو گرفتن چندین بازار رو تایی میزنم، از این بازار به اون بازار، از این مغازه به اون مغازه، به اون خاطره که بهترین و خوبترینش رو دربر کنم. برای یک سالینه پیجوی که من میگیرم کسیوم چند مغازه و بازار میگردم. اما دوست در دوستم همین تر باید باشد. دوست، لیکن دوستی است که عمر باد است، به این خاطر سنجید. میگفت
تو بین که با کی هم نشینی داری، با آدمی نیک یا با آدمی بد. بعد دیگر می رفت. اما ما اینجا کامیره خیلی صحبت داریم، اینجا هم کامیره از فراموش کردیم که با اینجا هم چون اینجا پخش مستقیم است، اینجا زپیس است و اینجا چند دو سه و ریاق میکنیم. خیلی خلاصی گپ، همیشه دوست بمونید، دوست رو از دوست حقیقی جدا کنید و پیش از اونی که دوستی میکنید بیسنجید. باز میگم بیسنجید، چون گفتیم برای یک کرته گرفتن چند جای ها میرویم، به خاطر بهترین و خوبترین اش را دربر کنیم. در دوست هم همین گونه است، در دوست هم همین گونه است. انتخاب کنید، سنجید، بعد دوستی کنید. شما رو دوست میدارم. خداحافظ، شب خوش. یک زمان برای بار فرستادن به تاجیکستان عذاب میکشیدیم، هم ده هم میکفتیم کی میرود که من فرستادم. اکنون این معما از بین رفت، زمان ما فرا رسید. آسیو اکسپرس. شما میتوانید هر چی که دارید از مسکو به تاجیکستان روان کنید با طریق ماشین های بارکشان، فورا، قطارا و هواپیما. آسیو اکسپرس 100% کفالت میدهد که بارهای شما به خانه‌تان رفته میرسند. کیلوگرم باری شما از 35 روبل روسی سر میشود. اگر رفت و باری شما به خانه کلونسولان، خانه مایوبان و صغیره خانه باشد، پس باری شما رایگان به تاجیکستان برده میشود. تلفن ها برای تماس در پایان. سراغ ما شهر مسکو، دویوم ویزوفسک پرایست، بینوی 16. مهمون که تستر و 100% کفالت. آسیو اکسپرس. بچه‌ها من گرفتم به یگان خواهر.